حمید اشتری، زندانی سیاسی در ایران در دهه 60، یکی از شاکیان اصلی در پرونده حمید نوری است. او بارها حمید نوری را از نزدیک دیده، از جمله یک بار در خیابانی در تهران. در ساختمان دادگاه شهر استکهلم سوئد با حمید اشتری درباره تفاوت زندان‌ها در دهه 60، اعدام‌های سال 67 و همچنین شناختش از حمید نوری گفتگو کردم، در حالی که چند طبقه بالاتر دادگاه حمید نوری آخرین روزهای خود را می‌گذراند. شما حدوداً 20 ساله بودید که در اردیبهشت ماه سال 1360 بازداشت شدید و حدوداً 8 سال رو در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزل‌حصار گذروندید. این زندان‌ها با هم چه تفاوتی داشت و شما سایر زندانی‌ها در کدوم یکی از زندان‌ها شرایط دشوارتری رو تجربه کردید؟ ببینید، اوین چون من قبل از سیاه‌خرداد بودم شرایطش فرق می‌کرد تا بعد از سیاه‌خرداد. خب آزادتر بود، ولی بعد از سیاه‌خرداد با توجه به حجم دستگیری‌ها و اون اعدامایی که حالا همه تو جریان هستن تو دهه 60، در واقع اوین محل بازجویی بود. وقتی که محل بازجویی میشه یعنی محل شکنجه، محل اعدام، یعنی کل اعدامایی که ما داشتیم فقط از این سه تا زندان که شما نام بردی همیشه تو زندان اوین بود تا مقطع 67 که گوهردشت هم که دست به این کار زدن. زندان قزل‌حصار هم تا زمانی که 65 بود شامل دو مقطع جداگونه بود. زمانی که حاج داوود بود فشار روی زندانی‌ها زیاد بود که در واقع اصطلاحی اینا ببردن یا توابشون کنن، همون چیزی که جمهوری اسلامی 40 و چند ساله سعی می‌کنه جامعه ایران رو عوض کنه. خب زندان هم همین حالت رو داشت. اوین شکنجه، اعدام، قزل‌حصار فشار آنچنانی که زندانی‌ها رو بتونن انگار مثل یک کارخونه ای که ایشون آقای کنت بنک تو گفت کارخونه کشته، اونجا میخواستن کارخونه به قول خودشون تواب سازی یا آدم سازی داشته باشن، ولی قزل‌حصار و گوهردشت هم در واقع تکمیل کننده اینها بود. شما در زمان اعدام های سال 1367 در بند موسوم به جهاد در زندان گوهردشت بودید. کمی برای ما در مورد این بند صحبت کنید و اینکه چه کسانی اونجا نگهداری میشدن و آیا شما از اعدام ها مطلع شدین در این بند یا خیر؟ ببینید، همونجا که جمهوری اسلامی میخواست همه چیز رو عوض کنه، این اسامی تواب، جهاد فلان در واقع این بار ایدولوژی داشتش. همون بیگاری بود که از یه سری زندانی هایی که حالا به هر نوعی بریده بودن یا میخواستن مثلا کاری به کسی نداشتن، اینا میبردن اونجا مجانی کار کنن که اسم جهاد بود. ما تو تمام زندان ها عادی هم داشتیم، زندانی های عادی بودن. موقعی که قتل عام اتفاق افتاد میتونم بگم تنها بندی که، یعنی تنها سالونی تو کل زندان گوهردشت هم تلویزیون داشت هم روزنامه داشت، بند ما بودش. و این بند به خاطر خامو عادیا بودن و چون روزی که این عادیا میرسن چند تاشون بیرون کار میکنن بودیم نرفتن، گفتیم چی شد؟ گفتن نمیخواد بیاد. این دو روز قبل از این قتل عام بودش که این عملیاتی که انجام شد، حمله مجاهدین به نام موسوم به فروغ جاویدان، خب یه روزنامه می اومد دیگه، اخبار هم می اومد که تموم شده، شعارهایی که بود ولی بندای دیگه اطلاع نداشتن. که من به اتفاق یکی از دوستانم احمد مطهری که اون آزاد شد ولی بعدا روبوده شد و به قتل رسید، ما یکی از روزنامه های اطلاعات رو که یه دختر خانومی هست که از کوه آویزونش کردن، یعنی به قول اینا اعدامش کردن، که عکس صفحه اول اطلاعات بود، هیچ‌وقت یادم نمیره. تو خود بنده این جهاد اون سالن رو بودن، ما سالن این بغلش یه دونه تو رفتگی بود که حالت ورزش اینا می‌داشتن می‌خونن که ما گذاشتیم اونا اونجا ور دادن، ولی باور نمی‌کردن هیچ کی. میشه گفت خبر اعدام اولین بند ما بودیم، شنیدیم به خاطر افغانیایی که مثلا غذا می آوردن اینا نمی‌تونستن بدن بیرون کار کنن. ولی من مثلا با این بچه‌ها دوستانمون که روبرو بودن هرچی مثلا ایما اشاره می‌کردیم بعدشون غیر قابل قبول بودش، بعدش خدا اعدام می‌کنن. و کل قتل عام هم که در جریان هستین سری بودنش بود که کسی متوجه نشه. و من یادم یکی از دوستان مصطفی انقدر عصبی بود میگفت نمیشه کاری نکرد، باید یه کاری کرد. اون ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اون خلایی که تو احساس میکردی نیستن، دوستانی که 7 سال با هم داری زندگی میکنی، خاطرات داشتی. سیف الله قیاسفند این واقعا پزشک بود، جراح کلیه بود، ارتشی بود، وابسته حزب توده بودی که رفیقای صمیمی من بود، یا رضا عصمتی، به خاطر اینکه
من آدم شوخی هستم، بزلگو هستم، با اینا همه خاطرات شیرین دارم، ولی میخوام تو ذهنم تصور کنم انگار اینا آویزون شدن از آسمون. تنابا میبینم گاهی خود صبح با یاد اینا بلند میشم از خواب، میگم چرا شهباز شهبازی تو 8 اعدام شد، 65 سالش بود، با برانکا بودن. بهش میگفتیم آقا فکر اینم که اول خودش رو اعدام کردن یا پسرش عتیق رو اعدام کردن، دو تا ایشونو با هم اعدام کردن، پدر و پسر رو با هم. بله، یعنی بخشی از زندگیمه دیگه، باش کنار باید بیا و باش. البته لذتم میبرم ها که یادم نره، به خاطر همینم امروز اینجا هستم. شما اولین بار حمید نوری رو در اوایل سال 1366 دیدید و بعدتر به ویژه سال 67 رو به دفعات بیشتری دیدید. یکی از کارهای حمید نوری ظاهراً در زندان این بود که با تقاضای مرخصی موافقت یا مخالفت بکنه. سوال من این هست که او چه مسئولیت‌های دیگه‌ای داشت و در اون زمان تصور شما از حمید عباسی و دایره وظایف مسئولیت‌هاش چه بود؟ در مورد او چه فکر می‌کردید؟ ببینید به طور کلی ما تا ساخته تا سال 64 دادیاتی نداشتیم، ولی اولین سری دادیادی عرب بود و ناصریان که تو قزل سال اومدن، ما هم که تا دادیم به گوهردش خب ناصریان بود، عرب هم بود. اینا دادیادی رو عوض کردن، همه چیز که عوض شده، دادگستری و اینا که مفهوم چیزی هست، خواهی نخواهی باید بیان به کار زندانی ها برسن چه کاردن، ولی در واقع اینا میشه گفت نماینده دادستان در ادامه همون کارخونه انسانسازی خودشون نظارت میکردن به بقیه. چون ما یه قسمت اجرایی داشتیم که مثلا تو گوهردش داوود لشکری فلان همه کاره بود با رفتن مرتضوی، ولی اینا بودن که با شما برخورد میکردن. داوود لشکری نمیتونست رو بکشه بیرون تا زمانی که اینا هستن تنبیهت کنه، از اینا اجازه میگیم چون نماینده دادستان هست میتونست حکم بده. و به یه نوعی حاکمان اصلی زندان این دادیارا بودن، خودش میگه مرخصی ولی نه، تو همه چیز دخالت میکردن، اونجایی که محدود میشد به زندانیا، فقط تو ندادن قضا میدن، ولی اینکه قضا رو چجوری بدیم چجوری ندیمش رو نمیادن بکشن، پاسدار رو انجام میدن. یعنی یه قسمت اجرایی بود که عاملان اجرایی بودن و یه قسمت تصمیم گیرنده بود. در واقع اینا تصمیم گیرنده اصلی زندانها دادیارا بودن. ایشون به چند دلیل، یکی احتمال بسیار زیاد به خاطر جوان بودنش، جویای نام بودنش، خودش رو کشید بالا و کارهایی که میکرد میخواست خودش رو جلوی حالا رؤساش بیشتر نشون بده. قدم زدن این همین حالت همیشه میدن، بلخص بعد از قتل عام شما تو بند که میدید، من اشاره کردم یاد دو چند تا خودکاری همینجور کت مثلا سرمه رنگی تنش بود، باهوش بود، اینو نمیتونم بگم نبودش، آدم ها قشنگ میشناخت، ولی به نظر من دادیارا تو تمام مراحل تصمیم گیری در مورد سرنوشت زندانی اینا بودن که تصمیم میگرفتن. حمید عباسی قبل و بعد از اعدام ها رفتارش با زندانی ها چه تغییری کرد؟ خب قبلش که خب تو شعارمهارهایی که میداد حالا با شما برخورد کردن و اینا، چون ما قبل از اعدام ها اصلا اینا تحویل نمیگرفتیم، شاید میخواست خودشون رو نشون بدن، ولی بعد از اعدام هم که من گفتم اون فشار سنگینی که روی ما همه اومده، اینم که توی ماشاءالله راه‌های مد خودش رو به اونا نشون داده که بتونه ارتقا بگیره، وقتی میومد مثل این بود که فاتح میدان جنگم، منم امروز خدای این زندان. واقعا به این حالت بود دیگه، یعنی یه جوری وارد میشد مغرور، خودخواه، شق و رقصیخ نسبت به گذشته خیلی، یعنی احساس میکرد که توی جنگی این به عنوان فاتح، به عنوان فرمانده بلنده شده. اصلا خیلی فرق میکرد حمید عباسی گذشته با حالش. با هم بریم به میدان رسالت تهران در آذر ماه سال 1369. شما به صورت تصادفی حمید عباسی رو در خیابان دیدید، او رو صدا کردید و حمید عباسی اومد سوار ماشین شما شد برای مدت کوتاهی. از دیدن او در محیط خارج از زندان چه احساسی به شما دست داد؟ آیا متعجب شدید؟ آیا اون هراس به دلتون بازگشت؟ و اینکه اساسا چرا اون رو صدا کردید که بیاد سوار ماشین شما بشه؟ من همون که تو دادگاه هم گفتم با خانمم میرفتیم، چون برای وضع هم یه دکتری بود میدون رسالت، موقع برگشت بود دیگه، هوا هم یه خود تاریک و روشن بود، ترافیک هم بود، من داشتم اینجوری می‌دادم احساس کردم این حمید عباسی، شک داشتم
از تو ماشین داد دادم آقای عباسی، آقای عباسی. یو برگشت همجه نگاه کرد و اومد سری سوار ماشین شد. حالا که من ازش سوال کردم، دیدم همجه نگاه من میکنه. گفتم حمید اشتری هستم، جایی میدیم برسونم تو؟ گفت نه نه پیاده میشم. من بعدا متوجه شدم به خاطر اینکه خب تو زندان ماها میگفتیم حمید عباسی، اونایی که همکاراش بودن. من بعدا هم میدم که خب خونه پدرش هم نزدیک اینجاست، یعنی خودش رو دادگاه گفت که خونهشون اینجا بود، یعنی احتمالا اون منطقه یا کسایی که بودن به نام نوری میشناسنش. این حمید عباسی گفته، خود اونم تعجب کرد. من که اول تعجب کردم، بعدم شوکه کردم که بخونم، گفتم این دادیار زندان بوده. من دو صحبت کردم، تو فکر بودم اینجا چه کار میکنه، چی شده، چه جوریه، چون کنار وایساده بود و جالب بود. هم اون منو با تعجب نگاه کرد، هم من اونو با تعجب میکردم. این تو ذهن من همیشه بودش که این حمید عباسی. اتفاقا جالبه، حالا من دوستان تعریف میکردم تو دادگاه که من تعریف میکردم، میگفته آره راست میگه، راست میگه، با لبخونی سرده راست میگه که شما در واقع دیدین. آره داستانی که من میگفتم تو زنده راست میگه. این حمید نوری که شما الان در دادگاه به عنوان متهم میبینیدش، چه تفاوتی داره با حمید عباسی که شما او رو در زندان میدیدید؟ ببین، این من به نظرم در واقع این لودگی که داره انجام میده، این رشد و پرورش که این جمهوری اسلامی پیدا کرده، قبلا هم بود. ما هم اصطلاح لاجوردی، اون قصاب تهران، چه داوود رحمانی، اینا همه تیکه مینداختن. بالاخره خب وقتی شما یه تعداد افرادی هم ببینید در اختیار شما هستن که میتونه هر بلایی سرشون بیاره، خیلی احساس چیز میکردن. حمید عباسی هم خارج از درمونه، ولی این الان من میتونم بگم که اساره جمهوری اسلامی این لودگیش، این لودگی این داره تو دادگاه اون موقع نداشتش. اصلا به این حالتی که مسخره بازی در بیاد و تیکه بندازه دوست دارم فلان بیساره. و اگه نگاه کنید نوع برخورداش فرق میکنه. از روزی هم که داستان کیفرخواست رو خوند، دفاعیت خودش از کیفرخواست بعد از اون عوض شد. چه تغییری؟ تو برخورداش، تو قیافاش، تو صحبت کردناش، که دیدین که یکی از دوستای ما داره نقاشی میکشه تو دادگاه، دیگه اصلا پشت به بقیه میشینه. یا وقتی که اون موقع فقط سر تکون میداد اینجوری میشه، ولی الان مثلا وکلا میگفتن فلانی مثلا اعدام شده، میگفت درک احساس کرده دیگه این واقعا هیچکی نمیتونه کمکش کنه، نه خداش، نه اون قرآنی که میخونه، نه اون جمهوری اسلامی. به خاطر همینم یه نوع دیگه داره برخورد میکنه. با توجه به اینکه شما جز اصلی ترین شاکیان پرونده حمید نوری هستین، به ارزیابی کلی شما از روند دادگاه او چیست و فکر میکنید که چقدر با انتظارهای شما در واقع مطابقت داره؟ اصلا قابل توصیف نیست. از روز قبلی که، یعنی اولین باری که من عکس رو دیدم و استاد زدیم برای اینکه دستگیرش کنیم، من باور نمیکردم، واقعا فکر نمیکردم بشه اینو دستگیرش کرد. حالا بگذاریم دوستمون ایرج که میگفت حمید میگیریمش، خیلی راحت باشه. روز 13 نوامبر 2019 من و ایرج نشستیم اینجا. اصلا میشه گفت ثانیه هاش برای ما قرنه که ما الان از دادگاه اومدیم بیرون. اگه دادگاه اینو آزاد کنه چیه؟ بگه آقا اصلا اشتباه بیگناهه. اصلا با هم دیگه ما صحبت نمیکنیم، ما با هم قهریم، دشمنیم. اون حالتی که من میبینم اینجایی که الان وایسادم، در واقع اصلا فکر نمی کردم، واقعا فکر نمی کردم جعبه سیاه و خط قرمز جمهوری اسلامیه. آقا همه دونستن آقا 67 چیه، مشخص بودن چه جنایتی داره انجام میشه. این شکسته شد. و اینکه چه کسایی درگیرن، الان شما می بینید حمید عباسی شخص داره محاکمه میشه، ولی رئیسش کیه؟ رئیسی، افراد یکی هستن، کل نظام جمهوری اسلامی میشه. ما وقتی نشستیم، همه نشستیم و که حمید عباسی آوردن، یه پولیور فکر کنم تا اونجا که دیدم آبی بلند بود تنش بود و دستش هم همینجوری بود داشت میومد. یه خانم مترجمی بود، یه وکیل، یه صندلی هم وسط که ایشون باید میشست اونجا. نشست و همین دستاشو که بغلش باز کرد همینجوری میلرزید رو میز، دیگه نذاش گذاشت رو پاشو، این سرش آورد دلا کرد. حالا مترجم اینجا نشسته روی میز دلا شد، همین حالت برگردون با این چشماش اینجوری زل زده بود. بعد یک دقیقه این خورده ای به ما نگاه میکرد که ایرج مساقی روش سرشو برگردون. حالا
این که تموم شد من اومدم بیرون. البته همون موقع این فاصله ای بودش که اومدیم ما بیرون وایسادیم، به ما گفتن بدین تا نظر تصمیم بگیره دادگاه. من که برگشتم از پلیسی که با من بازجویی کرده بوده چند روز قبلش اینا، رفتم ازش گفتم که دیدی چجوری نگاه میکرد؟ چون او گفته بود تو دادگاه که من اومدم منتظر فامیلمون هستم، اشتباه اینا. گفتم آدم اشتباه اینجوری زول میزنه؟ میشه از شما خواهش کنم جزء اسناد دادگاه این فیلم مداد بسته دادگاه باشه؟ خندید، گفت باشه باشه. بعد جالب بود. بعد در اون فاصله اگر دولت سوئد موافقت نمیکرد با بازداشت و تمدید بازداشت، مسیر داستان به سمت دیگه ای میرفت. اصلا ما اینجا الان نبودیم، هیچ کی اینجا نبود، دادگاهی بر نبود، اصلا هیچی نبودش اینجا. خیلی ممنون آقای حمید اشتری، از اصلی ترین شاکیان پرونده حمید نوری و به عنوان شاهد هم در دادگاه حضور داشتین. بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار بخش فارسی دویچه وله قرار دادین. منم ممنون از زحمات شما که این دادگاه رو پوشش دادین. متشکرم.